با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید در این برنامه نخست به قطنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد میپردازیم که در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید نگاهی داریم به تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه گزارشی داریم از راه مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان در ایران و مروری داریم بر تحلیلی از یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران که علت کاهش قیمت نفت را ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی دانسته است. در پایان نیز به نام امینی خبرنگار ما در ترکیه به مناسبت پایان سال 2014 میلادی نگاهی دارد به مهمترین رخدادهای سال گذشته سوریه با ما همراه باشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 27 آذر با تصویب قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر نظیر شکنجه تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه نگاران خاتمه دهد مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر جمهوری اسلامی ایران علیه سوریه و کره شمالی نیز قطعنامه صادر کرد و از شورای امنیت خواست پرونده کره شمالی را به دیوان بین المللی کیفری ارجاده دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 دسامبر با تصویب قطع نامه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر نظیر شکنجه، تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه نگاران خاتمه دهد. نماینده ایران در سازمان ملل به این قطع نامه اعتراض کرد. به گفت قطنامه صادر شده تحولات مثبت رخ داده در دولت حسن روحانی را که از سال گذشته به ریاست جمهوری ایران برگزیده شده نادیده گرفته است قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه غیر الزام هستند اما منعکس کننده دیدگاه بخش بزرگی از جامعه جهانی هستند. به گزارش آسوشیتد پرس نماینده ایران قطنامه صادر شده را سیاسی، تبعیض و مقرزانه خواند. قطنامه صادر شده علیه ایران بیانگر نگرانی های موجود در رابطه با موارد گزارش شده از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران تا کنون اجازه سفر به ایران را نیافته است. وی امسال بیش از هر چیز کار خود را بر تناوب بالا و نگران کننده ای ها در ایران متمرکز کرد و در آخرین گزارش خود که اکتبر امسال منتشر شد از شوک خود پس از اعدام ریحانه جباری سخن گفت و از موج اعدام در یک سال اخیر انتقاد کرد ریحانی جباری دختر 26 ساله ای که از 7 سال پیش به اتهام قتل مردی که او می گفت قصد تجاوز به وی را داشته در زندان به سر می برد و در آبان ماه امسال اعدام شد گزارش جدید احمد شهید نشان میداد ادامها در ایران در سال 2013 نسبت به سال 2012 از 580 مورد به 687 مورد افزایش یافته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین روز گذشته در اعتراض به وضع وخیم حقوق بشر در کره شمالی و سوریه قطنامه ها را علیه دو کشور صادر کرد. این مجمع همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که پرونده نقض حقوق بشر کره شمالی را که پیش از این نیز در مجمع بررسی شده بود به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد. این موضوع خشم نماینده کره شمالی را برانگیخت. شورای امنیت روز دوشنبه 22 دسامبر برای نخستین بار در رابطه با پرونده حقوق بشر کره شمالی نشست خواهد داشت. نماینده کره شمالی در پاسخ اعلام کرد بهتر از سازمان ملل به جای رسیدگی به پرونده این کشور به خشونت های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با متهمان پرونده های تروریستی رسیدگی کند آن یونگ هون نماینده کره شمالی در سازمان ملل اعلام کرد این کشور قطنامه و آنچرا که وی استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری برای سرنگونی رژیم خواند کاملا رد می کند. قطنامه مجمع عمومی علیه سوریه نیز خشونت های دولتی انجام گرفته در سوریه علیه غیر نظامیان از سال 2011 تا کنون را محکوم کرد. این قطنامه همچنین به شدت خشونت های گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش را محکوم کرد. کشورهایی که روز گذشته علیه آنها قطنامه صادر شد و برخی از همپیمانانشان در سازمان ملل به این قطنامه ها اعتراض داشتند. کشورهای اروپایی با اتخاذ سیاستی مشترک و سرسختانه در برابر روسیه اعلام کردند که تا تغییر رویه روسیه در قبال اوکراین تحریمها ادامه خواهند یافت قرار است که به زودی تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین از سر گرفته شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تحریم‌های خود علیه روسیه ادامه خواهند داد. در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنجشنبه 18 دسامبر همه کشورهای عضو بر ضرورت پیشبرد سیاستی واحد در قبال روسیه تاکید کردند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت تحریم‌ها به دلایل مشخصی علیه روسیه برقرار شدند و تنها با رفع این دلایل میتوان تحریم‌ها را لغو کرد. نشست سران اتحادیه اروپا که حدود هفت ساعت به طول کشید از وخیم شدن اوضاع اقتصادی در روسیه ابراز تعصف و نگرانی کرد سقوط بهای نفت و برقراری تحریم ها علیه روسیه سبب بحران مالی در این کشور شده است در هفته های گذشته ارزش روبل واحد پول روسیه در بازارهای ارزی به شدت کاهش یافته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نشست خبری در روز پنجشنبه 18 دسامبر اعلام کرد روسیه خود را برای مقابله با بحران اقتصادی در دو سال آینده آماده می کند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز تصریح کرد روسیه مشکلی استراتژیک برای این اتحادیه است توسک نیز بحران اقتصادی روسیه را جدی خواند و افزود بحران کنونی در روسیه موضوعی چند روزه نخواهد بود وی همزمان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که کمکهای مالی خود به دولت اوکراین را افزایش دهند تا این کشور موفق به پیشبرد اصلاح سیستم اقتصادی خود شود آنگلا مرکل صدر آلمان نیز پیرامون کمکهای مالی به اوکراین گفت کمک به اوکراین در گروه اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی است مرکل صندوق بینالمللی پول را نهاد هدایت کننده و ناظر بر کمکهای مالی به اوکراین دانست بنا به تخمین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دولت اوکراین نیاز به دو میلیارد یورو بیش از کمک های مالی مقرر شده دارد اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر مواضع سرسختانه خود در قبال روسیه اعلام کرده دست به ارسال سلاح به اوکراین نخواهد زد دولت اوباما نیز در روزهای گذشته قانونی را علیه روسیه امضا کرد که از سوی کنگره آمریکا علیه مسکو تنظیم و تصویب شده بود به گفته این ناظران سیاسی برنامه تحریمی آمریکا شباهت های زیادی با اقدامات تنبیهی علیه ایران دارد اقدامات تحریمی آمریکا شامل شرکت بزرگ تسلیحاتی روسوبرون روسیه نیز می شود. کنسرن گازپروم روسیه نیز در فهرست شرکت تحریمی قرار دارد برخلاف اتحادیه اروپا آمریکا در صدد ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین بالغ بر 350 میلیون دلار است سلاحهای ضد تانک و پهپادهای شناسایی از جمله این تجهیزات هستند دولت آمریکا اعلام کرده که تحریم‌های جدید به معنای اجرای سریع آنها نخواهد بود فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در بروکسل اعلام کرد در روزهای آینده نشستی برای رسیدگی به بحران اوکراین برگزار خواهد شد به گفته رئیس جمهوری فرانسه در این نشست دولت‌های اوکراین و روسیه نمایندگانی از جدایی طلبان و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت خواهند داشت. اولاند زمان برگزاری این نشست را روز یک شنبه یا دوشنبه 21 یا 22 دسامبر ذکر کرد. در اوایل سپتامبر نیز توافقی بر سر آتش بس میان طرف‌های درگیر صورت گرفت که در طول هفته گذشته بارها نقض شد. فرانسوا اولان در روز سهشنبه در یک کنفرانس تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره بحران اوکراین گفتگو داشته است موضوع اصلی این کنفرانس تلفنی درباره توافق آتشبسی بوده که از 9 دسامبر در مناطق شرقی اوکراین برقرار شده است به گفته رئیس جمهوری فرانسه قرار است که این گفتگوها ادامه یابد پس از گذشته هشت ماه از شروع رویارویی دولت اوکراین با جدایی طلبان طرفدار روسیه بیش از 4600 نفر کشته و حدود ده هزار نفر مجروح شدند به گفته این مسئولان سازمان ملل متحد در طی ماههای گذشته حدود یک ممیز یک میلیون نفر در مناطق مختلف اوکراین مجبور به ترک محل اقامت خود شدند آمریکا اعلام کرد از بیم تخریب مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی تصمیم گرفته از انتشار اسناد مرتبط با جریان 28 مرداد را که سازمان CIA در آن نقش داشته به تعویق بیاندازد. وزارت امور خارجه آمریکا در نظر دارد تا انتشار اسناد محرمانه مرتبط با جریان 28 مرداد را به علت نگرانی از تاثیر آن بر روند مذاکرات هستی به تأخیر بیندازد. به گزارش خبرگزاری آسو پرس، این تصمیم در جلسه کمیته تخصصی اسناد دیپلماتیک تاریخی در ماه سپتامبر امسال اتخاذ شده است. بر اساس مقررات اسناد مرتبط با روابط بین‌الملل لازم نیست که این اسناد بیش از سه دهه محرمانه بمانند. اما بسیاری از کشورها به دلایل مختلف از انتشار کامل اسناد خودداری می کنند. استفان راندولف از گروه تاریخ وزارت خارجه آمریکا در این نشست اعلام کرد که اطلاعات مربوط به سیاست آمریکا در ایران به علت مذاکرات در حال انجام با جمهوری اسلامی منتشر نخواهد شد. ریچارد امرمن رئیس کمیته مشاوران تاریخ وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه تمپل آمریکا از چنین تصمیمی ناخرسند است تأخیر در انتشار این اسناد نخستین بار در سایت سکرسی نیوز اعلام شد جریان 28 مرداد که به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران منجر شد بارها به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است سال گذشته نیز انتشار اطلاعات سابقا طبقه بندی شده ای در ارتباط با انگیزه های آمریکا و بریتانیا در تقابل با روسیه و عملکرد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در رابطه با جریان 28 مرداد جزئیات بیشتری را در این زمینه فاش ساخت سازمان سیا حتی در سایت رسمی خود به انجام عملیاتی علیه دکتر مصدق اعتراف کرده و به صورت واضح در ارائه فعالیت خود اشاره می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نطقی در سال 2009 در آهره به حوادث 28 مرداد اشاره کرد و گفت در جریان جنگ سرد آمریکا در برکناری دولتی در ایران نقش داشت با این همه بیش از 6 دهه است که جریان 28 مرداد بر روابط آمریکا و ایران سایه افکنده است جان لمبرت معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و از های سابق سفارت آمریکا در تهران پیش از این درباره تیرگی روابط آمریکا و ایران گفته بود وقتی میخواهیم با ایرانیان گفتگو کنیم همیشه در همان اتاق و بر سر همان میز مذاکره تعدادی شبه حضور دارند او گفته بود که یکی از این شبه ها جریان 28 مرداد است با اینکه جمهوری اسلامی چندان از ذکر نام دکتر مصدق در داخل ایران خودداری می کند و اعضای جبهه ملی با فشارهای زیادی مواجه می شوند و بسیاری از آنها در زندان به سر می برند اما برای بهره های سیاسی و تبلیغاتی همیشه بریتانیا و آمریکا را متهم می کند که در سرنگونی دولت مصدق دست داشتند و این مایه بیاعتمادی به آمریکاست در حالی که همین غرب و خود آمریکا زمین های سرنگونی رژیم پادشاهی و رسیدن آخوندها به قدرت را فراهم کرده بودند مدیر کل میراس فرهنگی و گردشگری استان تهران با صدور دستوری برگزاری هر نوع تور شب یلدارا به دلیل همزمانی این شب با وفات پیامبر اسلام و دو امام دوم و هشتم شیعیان در سال جاری ممنوع اعلام کرد همزمان با فرارسیدن شب یلدا رسانه ها خبر از افزایش قیمت اقلام قضایی دادند مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با صدور دستوری برگزاری هر گونه تور شب یلدا را ممنوع اعلام کرد. رجب علی خسرو آبادی مدیر کل گردشگری تهران در حکم خود تاکید کرد که گزارش های تخلف از این دستور برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون فنی این اداره کل ارجاع خواهد شد که بر اساس قوانین مسئولیت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را بر عهده دارد. خبرگزاری میراث فرهنگی ایران خبر داد که این نامه خطاب به تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و انجمن سنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران صادر شده است صدور این دستورالعمل در حالی است که بسیاری از آژانس‌های توریستی ایران از ماه‌های گذشته برای برگزاری تورهای شب یلدا برنامه ریزی و از علاقمندان ثبت نام کردند. در همین حال تعدادی از این آژانس‌های توریستی در وبسایت خود اعلام کردند که بخش زیادی از ظرفیت تورهای شب یلدای آنها تکمیل شده و تنها ظرفیت محدودی برای متقاضیان دارند. برخی از این آجانس های توریستی با اشاره به تعطیلات روزهای یک شنبه سی آذر و سه شنبه دوم دی در تبلیغات خود اعلام کرده بودند که تورهای شب یلدا را برای مدت چند روز برگزار می کنند. آجانس های توریستی برای برگزاری این تورها همچنین اقدام به رزرو هتل و وسایل نقلیه کردند. صدور دستور ممنوعیت برگزاری تور شب یلدا در کشور در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به تعطیلی دو روز در هفته آینده پیش بینی کرده است که سفرهای پرحجمی در بازه زمانی 25 آذر تا 5 دی انجام شود. در همین حال ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که زیر نظر این سازمان فعالیت می کند از کلیه ستادهای اجرایی خدمات سفر در سی و یک استان ایران خواسته است تا با تشکیل جلسه و هماهنگی با دستگاه های دیگر آماده ارائه خدمات به مسافران باشند. ستاد هماهنگی خدمات سفر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ایام سفرهای گسترده شهروندان ایرانی مانند ایام عید نوروز تشکیل می شود. فرارسیدن شب یلدا در حالی است که خبرگزاری های ایران در گزارش های مختلفی با عناوینی چون یلدای گران با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه قیمت‌ها با سال قبل خبر از افزایش قیمت انواع آجیل و انواع میوه میدهند. شب یلدای شب چله یکی از جشن‌های کهن ایرانی است در این جشن طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیمکره شمالی که مصادف با انقلاب زمستانی است گرامی داشته می شود. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از سی آذر آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول دیماه نخستین روز زمستان گفته می شود. خانواده های ایرانی در شب یلدا معمولا شامی فاخر و همچنین انواع میوه ها و رایشتر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف می کنند. پس از صرف تناولات قصه گویی پیرترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فالگیری با دیوان حافظ رایج است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می نویسد در اثر ضعف دیپلماسی نفتی ایران قیمت نفت به 58 دلار رسیده و به همین دلیل ایران تا پایان سال بیش از 8 میلیارد دلار ضرر می کند جمهوری اسلامی ایران با 25 درصد کاهش درآمد نفت مواجه شده است بر اساس گزارش های منابع خبری قیمت جهانی نفت و به دنبال آن قیمت نفت ایران از جوان 2014 روندی نزولی را طی کرده و در نتیجه درآمد تولید کنندگان نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اوپک قیمت نفت سنگین ایران از جوان 2014 حدود 50 دلار کاهش یافته و از 107 دلار و 45 سنت در ماه جوان به حدود 58 دلار در اواسط دسامبر 2014 رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران طی ماهای ژوئن تا نوامبر و با توجه به متوسط قیمت‌های ماهانه نفت ایران کل درآمد نفتی کشور در این دوره 17 میلیارد و 106 میلیون دلار برآورد شده است. بر همین اساس زیان اقتصادی ایران در پی کاهش جهانی قیمت نفت در ماهای ژوئن تا نوامبر بالغ بر دو میلیارد و دویست و سی و پنج دلار ارزیابی شده و درآمد نفتی ایران در این بازه زمانی یازده درصد کاهش یافته است چنانچه قیمت نفت در سطح هفت دلار و پنج سنت باقی میماند درآمد نفتی نوزده میلیارد و یک میلیون دلاری در ماهای ژوئن تا نوامبر آید ایران میشد از اول ماه دسامبر برابر با سوم آذر افت قیمت نفت شتاب بیشتری گرفته است و در عواسط این ماه هر بشک نفت سنگین ایران در برابر 58 دلار معامله می شود. اگر همین سطح قیمت برای نفت ایران تا پایان سال 93 حفظ شود، کل درآمدی که ایران از فروش نفت به دست می بالغ بر 6 میلیارد و 786 میلیون دلار خواهد بود. در لایه بودجه سال 94 که به عنوان نخستین بودجه دولت 11 هم آزر ماه سال جاری به مجلس ارائه شد قیمت نفت در سال 94 معادل 72 دلار پیش بینی شده است همچنین در بودجه سال آینده به گفته رئیس جمهور حسن روحانی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 30 درصد کاهش یافته است به ادعای خبرگزاری تصنیم بسیاری از تحلیلگران انگشت اتهام را به سوی دیپلماسی نفتی کشور دراز کردند و معتقدند دستگاه نفتی کشور در استفاده از ظرفیتهای کشور برای مقابله با سقوط قیمتها با جدیت عمل نکرده است این گزارش مدعی است که با وجود کاهش قیمت نفت دستگاه نفتی ایران اراده موثری از خود برای مقابله با این روند نشان نداده است وجود جریانی در بازار نفت به رهبری عربستان سعودی دیگر علل کاهش قیمت نفت از سوی این خبرگزاری عنوان شده که با اهداف و اغراض سیاسی بر تبل کاهش قیمت نفت میکوبد در این گزارش همچنین از به خدمت در آمدن برخی موزگیری های مقامات نفتی ایران به نفع جناه مقابل یاد شده که باعث تضعیف بیشتر قیمت نفت شده است. خبرگزاری تصنیم اظهارات رئیس اداره بررسی های بازار نفت وزارت نفت را که منجر به کاهش بیش از یک دلاری قیمت نفت شده را سندی برای این ادعایش عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ محمد صادق معماریان در جریان یک کنفرانس نفتی در دوبه گفته بود شکست شدن همبستگی درون اوپیک یا بروز جنگ قیمت منجر به یک شوک قیمتی قابل توجه می شود و قیمت نفت را به چهل یا پنجاه دلار می رساند. این گزارش تصریح کرده است بزار نفت تحت فشار روانی کاهش قیمت قرار دارد و بخش قابل توجهی از افت قیمت نفت ناشی از عوامل روانی و سفت بازی بوده است. وزیر نفت امارات چندی پیش گفته بود اگر قیمت نفت 40 دلار هم بشود اوپک باز هم تولید خود را کاهش نخواهد داد به اعتقاد این گزارش سقوط قیمت نفت عوامل مختلفی دارد که افزایش تولید نفت آمریکا و اقدامات رژیم عربستان و تبلیغات رسانه های غربی از این جمله دلایل هستند و در عین حال دیپلماسی ضعیف وزارت نفت ایران به آتشی که بر دامن قیمت نفت افتاده دامن زده است دولت در نظر دارد برای نخستین بار در تهران مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان جایی را تأسیس کند بسیاری از کودکان کار و کودکانی که در حاشیه تهران در محله های فقیر نشین زندگی می کنند به مواد مخدر از جمله شیشه و کرک اعتیاد دارند هیچ کنه آماری از تعداد کودکان معتاد در ایران وجود ندارد فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داده است دولت قصد دارد نخستین مرکز ترک اعتیاد کودکان در تهران را تأسیس کند این مرکز بر اساس مصوبه شورای شهر تهران ایجاد می شود خانم دانشور گفته است بر اساس گزارش ها زیادی از کارتون خواب ها معتاد هستند کودکان برخی از آنها نیز به مواد مخدر اعتیاد دارند این وظیفه مسئولان است تا مرکزی برای ترک اعتیاد این قشر مانند یک بیمارستان مجهز ایجاد کنند در حال حاضر نوزادانی که در اثر اعتیاد مادر با اعتیاد به مواد مخدر متولد میشوند در بیمارستان سینا تحت درمان قرار میگیرند اما هنوز در سراسر ایران از جمله در تهران مرکزی برای درمان کودکان معتاد وجود ندارد سن اعتیاد در میان کودکان کار به هفت و حتی پنج سال هم کاهش پیدا کرده است در یک تحقیق میدانی اعلام شده 80 درصد کودکان کار به موادی مانند تریاک، هشیش، شیشه و کراک اعتیاد دارند. در گزارش های جست و گریخته که در رسانه های ایران از جمله از تلویزیون دولتی پخش می شود، مادران متاد را مهمترین عامل اعتیاد کودکانشان جلوه می‌دهند. به گفته مصطفی اقلیمیا، کارشناس مسائل اجتماعی، اگر 4 میلیون متاد در ایران وجود داشته باشد، باید گفت که به این ترتیب 16 میلیون نفر به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. تخمین زده می که از این میان نیمی از این جمعیت را کودکان تشکیل می دهند. بیمه سلامت 20 تا حداکثر 25 درصد هزینه درمان معتادان را پرداخت می کند. به گفته محسن روشن پژوه مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، دولت در سال 92 معادل 5 ممیز 22 میلیارد تومان برای درمان اعتیاد معتادان به حساب صندوق بیمه سلامت ایران واریز کرده است. مجلس شورای اسلامی 11 آذر ماه سال جاری طرفهای خدمات درمان اعتیاد در بخش دولتی را تصویب کرد. بنابراین مصوبه دولت برای درمان اعتیاد هر ماه بین 83 هزار تومان تا 1 میلیون تومان به ازای هر فرد معتاد به صندوق سلامت پرداخت می کند. هزینه ای ارائه خدمات درمان در یک مرکز ترک اعتیاد با ظرفیت سی بیمار روزانه فقط 25700 تومان برآورده شده است. وضعیت اعتیاد در جمهوری اسلامی در تمامی سنین مختلف بسیار نگران کننده است. بیشتر مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مفاد مخدر ایران با اشاره به مقایسه نتایج بررسی شیوع مواد مخدر در سالهای 81 و 90 خبر داده بود که اعتیاد بین کودکان ایرانی زیر 18 سال در فاصله این سالها دو برابر شده است. حمید سرومی از مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتایج مطالعات شیوع شناسی اعتیاد در سالهای 81 تا 90 تصریح کرده بود طبق نتایج این شیوع شناسی رشد صد 100 درصدی شیوع اعتیاد بین کودکان زیر 18 سال را داشتیم به گفته این مقام مسئول 3 درصد از معتادان ایران بین 15 تا 19 سال سن دارند در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران روز چهاردهم مهرماه بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد به 15 سال در ایران خبر داده بود علیرضا رزا جزینی قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز روز هجدهم شهری با اشاره به نتایج حاصل از مطالعات شیو شناسی اعتیاد در سال 92 خبر داده بود که چهار دهم درصد از دانش آموزان کشور ماده مخدر شیشه مصرف می کنند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز روز 28 مرداد گفته بود یک درصد دانش آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند. و همچنین گفته بود که یک ممیز شش دهم درصد دانشجویان دانشگاهی وزارت بهداشت و دو ممیز شش درصد دانشجویان دانشگاهی وزارت علوم درگیر اعتیادند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر یک میلیون و سیصد هزار معتاد در ایران وجود دارد که با احتساب خانوارهای آنها پنج و میلیون نفر در کشور مستقیما با مواد مخدر درگیرند این در حالی است که کارشناسان آمار معتادان در ایران را بسیار بالاتر از آمارهای حکومتی میدانند در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که به مناسبت پایان سال میلادی که مروری دارد بر مهمترین تحولات سال گذشته سوریه بحران در سوریه به چهارمین سال خودش نزدیک شده اسد همچنان در قدرت است او مدعی رئیس جمهور قانونی سوریه است که برای نخستین بار در تاریخ این کشور از طریق رأی مردم انتخاب شده از آن سو اما میلیون ها نفر از مردمی که در گفته ها به اونها تکیه میکنه چه در داخل این کشور و چه در خارج آواره شدن بالغ بر 7 میلیون نفر در داخل سوریه و بیش از 3 میلیون نفر در خارج از مرزهای این کشور آواره هستند اما خرداد ماه امسال در اوج بحران این کشور هنگامی که افکار عمومی منطقه و جهان امید داشت اسد با ترک قدرت شرایط آرامش در این کشور رو فراهم بکنه و در حالی که تمام سطح شهر پوشیده از پوسترهایی شده بود که اسد رو به شیر تشبیه میکرد او انتخابات ریاست جمهوری رو در سوریه برگزار کرد که برای نخستین بار در واقع به جای رفراندوم آری یا خیر به خاندان اسد نامزدهای دیگه هم فرصت شرکت در انتخابات رو داشتن اما اغلب کارشناسان می کردن که این انتخابات ساختگی است و رقبا همه از وفاداران رژیم اسد هستند نهایتا در پایان انتخابات اسد با 88 درصد آرا برنده مطلق معرفی شد جان کری وزیر امور خارجه امریکا همون موقع اعلام کرد که این انتخابات یک سفر بزرگ است با این همه متحدان اسد همچون جمهوری اسلامی ایران و روسیه از این انتخابات حمایت کردند در پی تثبیت قدرت دوباره اسد بحران ما در این کشور فوزونی گرفت گروه تروریستی داعش بر شدت حملات خودش افزود و حوزه نفوذش را تا عراق گسترده کرد ائتلاف ملی سوریه به عنوان نیروی مخالف میانه روی اسد هم در طی این مدت دستخوش تغییر و تحولاتی در کادر رهبری خود شد شاخه نظامی این ائتلاف که امید زیادی میرفت در واقع بتون از طریق مبارزه با نیروهای اسد مسیر انتقال قدرت و در سوریه فراهم بکنه علا رغم وعده کمک بسیاری از کشورها فاقد تجهیزات و امکانات لازم در این زمینه بود در این موقع در واقع باید گفت جنگ در سوریه به نوعی مغلوبه شد و دیگر مشخص نبود در این کشور چه کسی دست بالا رو داره در واقع هر گروهی که توان تجهیز چند صد نفر نیروی نظامی رو داشت میتونست بخش از این کشور رو به اشغال خودش در بیاره در این میان اما زمزمه استفاده اسد از بمب‌های شیمیایی بر علیه شهروندان غیر نظامی خودش امید برای ایجاد یک نیروی ضربت فوری از سوی جامعه جهانی رو افزایش میداد اما نهایتا در میان همه این امیدها امریکا و متحدانش پس از شور و مشورت های فراوان ترجیح دادن تنها به کمک تسلیحاتی به ارتش آزاد سوریه بسنده بکنند در این موقع بود که در واقع سازمان های حقوق بشری با نگرانی از این موضوع بارها اعلام کردند جهان در قبال سوریه بی شده اما در دیگر سو علا رغم وعده های جامعه جهانی در زمینه یاری رسانی و آوارگان سوری سازمان ملل متحد و برنامه جهانی خاروبار مستحصل از یاری های اندک کشورها برای تداوم امداد رسانی دست به جمع آوری اعانه از سراسر جهان زد حالا داعش به پشت دروازه های شهر کوبانی رسیده بود اطلاف جهانی ضد داعش در واقع در چنین شرایطی شکل میگیره و ترکیه علا رغم مخالفت با رژیم اسد به دلایلی چند به این اطلاف نمی و تا مدتها اجازه ورود نیرای کمکی به کوبانی رو نمیده نهایتا تحت فشار افکار عمومی و توافق ترکیه با نیروهای ائتلاف این کشور اجازه عبور تعداد محدودی از پیشمرگه های کرد عراقی از خاک خود به سمت سوریه رو میده تا کوبانی از نفس نیفته با این همه وضعیت کلی سوریه رو در پایان سال 2014 با اشاره به این موارد باید توصیف کرد. نخوسان که اسد با برگزاری انتخاباتی که میلیون ها نفر از شهروندان این کشور در اون شرکت نکردند و با حمایت کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران و روسیه بر بخشهایی از این کشور تسلط داره. بخشهای دیگه سوریه همچنان در تصرف دیگر نیروهای نظامی است که غالبا با هم در ستیس هستند. اما نکته دوم که ك... ترکیه به عنوان مخالف جدی رژیم اسد شرط پایان بحران در این کشور را حمایت از ارتش آزاد و سقوط رژیم اسد میدونه ترکیه در این مسیر با امریکا توافق کرده تا نیروهای ارتش آزاد رو در خاک خودش آموزش به چند ترکیه بسته پیشنهادی رو هم به نیروهای ائتلاف در این زمینه پیشنهاد داده مبنی بر اینکه منطقه حائل در سوریه ایجاد بشه و این رو در واقع پیش شرط خودش برای همکاری با نیروهای ائتلاف قرار داره و سومان که تعداد آوارگان سوری همچنان در حال افزایش هستش با این حال سازمان های جهانی برنامه های امدادی خودشون رو با محدودیت های فراوان کم و بیش ادامه میدن و نهایتا کارشناسان و سیاست مداران معتقدن جنگ در سوریه بسیار سخت و طولانی خواهد بود به عبارت دیگه تصور ادامه جنگ در یک کشور چند پاره شده دست کم در سال 2015 امری بدیهی خواهد بود بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود